رویای دمکراسی. رویای دمکراسی رویایی بیش نیست. رسیدن به دمکراسی فردی در جهان یکی از رویاهای دیرینه بشر است. شبیشم شبیه اروپایی ها بشم. چرا شبیه اروپایی ها؟ مگه الان تو آسیایی؟ خندی اولش خندی داره دارش میپشین اینجا این سوزش ها رو میپشین این خندی باید گریه کنید باش دیگه چی کار کنیم دیگه نشدیم که نورور هم نشدیم خوب هسته برای نگاه کن تو هم خیلی خنده دارم الان نه من میرم از زندگی تو بیرون من مرتضی جعفری یک کارگردان ایرانی ساکن یونان شهر تسالونیکی هستم طی برخورد غیرمنتظره با 7 جوان ایرانی در شهر تسالونیکی ناخواسته ذهن من به داستان این 7 نفر مشغول شد بگو نتی خیلی را کمربند رو در بیار انگشت از ساعت داری موبایل بذار توی زبر کاپشن جا بذار توی زبر کولتو بذار یه سبر رد شو از اون منم خیلی با حوصله خیلی ریلکس یه بیرا بخور داری میری خیلی ریلکس ببین اینجا چیزته حالا فیلمش باید میذاری ببینی اینجا برنامه این چک لباسه دمت اونورتر چک پاسپورتمه تمامه مالا هیچی هم نگاه نمی کنه چند نگاه میکنه تمام شد رفته تو اون روز نبودی رفته بودی پیش کی؟ پیش شهرام رفته بودی ما رفتیم با ممرزه و من و ممرزه و سیا رفتیم اشتازه از اگه بودیم آقا چیکار کنیم دو تا چهار تا کردیم گفتیم آقا نداریم یه پول شده بودیم دو سه روز وحشتناک گفتیم یه میریم من و ممرزه و سیا میریم تو این کار ما برای که این پیرزن میرزنه اصلا پول میدم 20 یورو 30 یورو برای نمیبرم خونه تا اینکه پول مولامون ردیف بشه بکنیم اشاله حرکت بکنیم از اونجایی که هدف اونا برای مهاجرت غیرقانونی و کوچ اجباری برای من جالب بود سعی کردم تا جایی که میتونم به اونا کمک کنم این افراد زمانی که وارد خاک ایمان شدن به زندان و روسیه افتادن و هر کدوم 3 ماه زندانی کشیدن بعد از آزادی از زندان به خاطر محدودیت های جامعه ایرانی در ایران این افراد به یک بار وارد فضای شهری اروپا و آزادی فردی اروپاییان شدن برای همین از ابتدا تلاش کردن تا میتونن از دموکراسی که تاکنون نداشتن استفاده کنن و خود رو با تفریح و گردش ارضا کنن بچه ها هیچ کدوم قصد موندن در یونان رو نداشتن و اینجا رو پلی در مسیر راه خودشون میدونستن
ولی با توجه به مشکلات سفر غیرقانونی مجبور بودند تا زمان خارج شدن از یونان خودشون رو با محیط اجتماعی یونان و مردم یونان وقت بدن. در این بین با دیدن مشکلات اقتصادی شدید یونان با عجله بیشتری تلاش کردند تا از یونان خارج بشن. هر کدوم از این بچه‌ها برای خودشون یک داستان مجزا داشتن، داستان گذشتهشون و داستان سفر غیرقانونیشون. اون که هر کی رویایی تو سرشه که میاد از ایران بیرون، حالا یه سری‌ها که مشکل دارن به جای خودش مشکل دارن، واقعا نمیتونن تو ایران بمونن، ولی خیلی هم هستن، خیلی هستن که من میشستم هیچ مشکلی ندارن، فقط به خاطر اینکه با اون رویاهایی که تو سرشونه برسن میان بیرون. زندگی خوبی هم دارن تو ایران، ولی فکر میکنن که اگر بیان اینجا به تمام خواسته هاشون میرسن. خود من یکی از اون آدمایی بودم که هر کی میگفت مثلا اروپا که هیچی، من رفیق داشتم کانادا، از کانادا اومده بود ایران، میگفتم بابا تو دیوونه ای اومدی چیکار، میگفت هیچ جا ایران نمیشه. با این دفتر مکزیکی میخونم روز شما سمرتون. نه اینجوری، خود من یه بار تو اتوبان داشتم میرفتم تو همت، گفتم که خدایا میشه یعنی من یه روزی توی یه اتوبان کشور درست حسابی برونم؟ چیه بابا اینجا؟ اومدم میرم بابا اصلا ایران با اینجا قابل قیاس نیست، کیفیت زندگی ایران هزار برابر بهتر از این بسن. اینجا یه تبل تو خالیه. هیچ وقت تو زندگی فکر نمی کردم بخوام ملیتم رو پنهان. گفتم برسم تو خاک یونان اروپا تموم شده، همه بدبختی‌ها تموم شده، خوشی اونور در انتظار من، فرش قرمزم پهن کردن بود و بیا برس. اومدم به زور گرفتن کردم تو ماشین، بابک رو کردن تو صندوق عقب، اینو کردن اینجا و همه رو چپوندن تو ماشین. یه ماشین پلیس تو اتوبان اونجوری ساعت 4 صبح 3 صبح اومد پشت سرمون، این ماشین جیپا هست، اومد پشت سرمون یه نوربالا زد، دید اه چقدر کله تو ماشین هست، چرا نوربالاشو روشن گذاشت و یه ها دیگه مطمئن شد دیگه مسافر قاچاقه، آژیرش رو روشن شد. من گفتم خدایا وایسه، فقط وایسه، شیش ماه رو بکنن تو، اصلا اب نداره، فقط وایسه نمیریم، چون اینجا بمیری که دیدی 30 میلیون میگیرن جنازتو برگردونن ایران. من داشتم چنگ میزدم به شیشه، میگفتم خدایا ما رو بگیرن یه سال ما رو نگه دارن، فقط وایس این ماشین. اسلحه داشتن، اسلحه ها رو انداختن بیرون و مدارکشون رو همه رو انداختن بیرون و تو همون سرعتی که داشتیم میرفتیم یهو وسط اتوبان زد رو ترمز با 200 تا سرعت، زد رو ترمز، سرعت اومد رو 50 تا، در ماشین باز درا رو باز کردن که به فهمهای تا درای ماشین رو کندن. ماشین عین فیلم، آقا دقیقاً عین فیلمای هالیوود. از خدا میخوام مثل همیشه که دست حمایتش رو سرم بوده امروز هم مثل همیشه حمایت هم کنه، باطمان هم حرکتی میکنه به سلام، ولی امروز من توی سفر ظرفیت هم رو بکنه دارتم کم شده دلم رو بود برم برسم که یه وقتشه بوده این موقعتی هم بشه من داره ظرفیت یکی میمون ظرفش با دو تا پیمونه پر میشه، یکی میمونی ظرفش دریاست، اما دو پیمونه دریاست شد پر شده، همین ظرفیت هم رو بکنم، میخوام کمیتر کنم برم زودتر پای همه برسم تا میتونم گذشته هم دست دادم رو کتا جور کنم، برم که یک بدم بودم در دقیقه راه همون رو نداشته باشم، خیلی نگرم دوست ندارم که نگرم بکشم. سنشون سن بازنشسته برسه، من با بازنشسته شما نهایت لذت رو تا آقا که ما رو بخوام به سر من برسونه خیلی زحمت کشید، خیلی خواسته باشون بذاشت، مجبور شد به خاطر اینکه پول رفتن من جب دوزن کنه خونه شد بودیم، اما رفته مستجبی این مقدار پولی تو را دست دادم و دوباره یه مقدار دیگه پول برام تهیه کرده، ماشینش رو فروخت،
برام پول فرستاد. دلم نمیخواد دیگه. رو نمیشه بهشون برام قصه بود. خدا بخواب کمکم بکنه روز رد چه میرم. فقط به خاطر پدر مادرم. وایسا قطع شدی دوباره وایسا دوباره وب تو بگیرم یه لحظه صبر کن دوباره قطع شدی. سلام یه لحظه ببخش آها دیدمش. آره اوکی شد. حله سلام مشکان خانم، حالتون خوبه؟ سلامتی؟ سلامت باشین، شما خوبی؟ چه خبر؟ سلامتی؟ این شکل من بوده تو آتین بعد از 48 روز زندانی این شکل شم بعد با این عکس، با همین عکس خیلی خوبه 48 روزه میزنم چند روزه میزنم ات بریم با پاس افغان دفتر جلیه نمیدونم کجاییه دفتر جلی چه مشتی اورجیناله اینو واسم درست کردن خود سفارت دادن دمش کرد اینو برام درست کرده که با این بپرم برم البته این عکس مال خودم مال 3 سال پیشمه بالاخره بعد یه مدتی این بچه ها تو آتن با یه قاچاقچی هماهنگ کردن تا مدارکی که لازم دارن براشون از آتن به تسالونیکی بفرستن تا یکی یکی بتونن شانس خودشونو برای رفتن به انگلیس یا آلمان امتحان کنن. در این بین همه روزه من دنبال اینا بودم و با دوربینم تمام وقایع اینا رو ثبت کردم. من فکر میکنم تلاش برای رسیدن به زندگی مطلوب یک حق برای هر انسان. این مرزبندی ها و این محدودیت ها ساخته دست من و شماست نه خدا، چرا که خداوند همه رو یکسان آفرید و به همه حق انتخاب و حیات داد و هر انسانی میتونه در هر جا و هر مکانی یا هر طرز فکر و اندیشه‌ای آزادانه زندگی کنه. الو سلام چطوری؟ سلام من گوش شما ریسیب کردم چیز پاک شده شما را پاک شده تو گوشی من دعا یاده تراج چکره ببینیم امروز بعد از 8 ماه ببینیم میریم سوارشیم بریم من تو این چند سالی که تو یونان هستم مهاجرین غیرقانونی زیادی رو دیدم که به راحتی با بار اول رد میشن و به مقصدشون میرسن ولی متاسفانه امروز حسین اصفهانی نتونست هوایی پرواز کنه برای همین مجبور شد تا موقعیت بهتری خودش رو با محیط و مردم یونان وقف بده و وارد اجتماع بشه. Yes, sir. Masood. Father office. Your friend? Okay. Yes, I. No, no. I remember no. Him. He wasn't. Yeah, and him. I. Aziza. I want. How are you, my friend? How are you? I'm doing fine. You.
Good. Do you like here? رو شگونه ها خوابت بگیره، بذار تا آروم دل بی تابت بگیره، به هم نگو از ما گذشته، دیگه دیره، حتی من از شنیدنش گریم میگیره، بذار رو سینم سر تو چشمای خیس و تر تو، بذار تا سیر نگات کنم، بو بکشم پیرهن تو، بغل کن و بچسب به بکش دوباره دست به، جست و کسی رو ندارم نزدیکتر از نفس به. از این مادر بزرگم برات نه؟ کمیته نگفتم برات؟ این سرطان گرفت، 8 تا تومور بدخیم تو سرش پیدا کردن. من یه روز همین شکلی همه داشتن دعا میکردن، ته مراسم دعا میکردن، همه یا واسه هم دعا میکردن یا واسه مریض دعا میکردن، واسه کسی که میخواست حرکتی انجام بده دعا میکردن. من به هیچ کم نگفتم، واسه خودم از ته دل چیز کردم، از ته دل مسیح خواستم. من از کجا باور کنم که مسیح پیامبر بوده؟ یادش میاد معجزاته. تو معجزه دیدی ازش؟ تو معجزه دیدی؟ دیدم. شاید این معجزه نمیدیدی هیچ وقت مسیحی نمیشه. مطمئنا نمیشه. ولی دین مسیح، کسی که مسیحیت رو قبول کنه به نظر من نمیتونه دینی دیگه قبول کنه. ولی اینقدر که تو راجع به مسیحیت تحقیق کردی، آیا راجع به اسلام هم تحقیق کردی؟ خود من نوعی تحقیق کردم، فکر میکنی نه؟ دادش نه. ولی منظورم این که من نوعی راجع به دینی که توی ایران به من گفتن آقا تو مسلمانی و شیعه ای، هیچ تحقیق نکردم تا حالا، فقط همینجوری توتیوار گفتم آره خب حتما، چون مادر پدرم هستم، منم هستم، مثلا الله باش.
مسیحیت تا چیزش مهرش و غصت گرفتنش دیگه نه نه خدا های کلی مسیح بودنش رو به خاطر مسیح به کاغذه آره باده نه کاغذ هم میدم نمیدونم نه خدا وکیل کاغذم اگه بدم منم میرم مسیح میشم ولی بر کاغذه آره پوفیوسی هستی نه جدی دارم میگم آقا وقتی من میخوام برم پنده کنم مدرک ندارم مجبورم به خاطر کاغذ برم بکنم کاغذ میدم برم من هرگز همچی کاری نمی کنم یه راه رسیدن به خدا حالا تو به قول رضا مارمولک راه رسیدن به خدا زیاده بالاخره در مدت 10 ماه سیاه از اروپا ناامید شد و به ایران برگشت. جاوید هوایی به بروکسل رفت. حسین و مسعود هوایی موفق نشدند برن به انگلستان و ناچار زیر کامیون مخفی شدند و خودشون رو به انگلستان رسوندن. حسین اصفهانی بالاخره بعد از 3 بار تلاش در بار 4 موفق شد هوایی به انگلستان بره و سام به آلمان. در این بین فقط داوود موند که اونم شد بازیگر فیلم سینمایی من. Αυτό που κάνει έτσι ο Ντάβουτ στον ουρανό, εκεί δεν χρειάζεται να κάνουμε ανέβασμα. Εντάξει, θα δοκιμάσουμε κιόλα, δεν λέω. Και είναι αμάν και μετά από 10 μήνες με αυτή την τουρβίνα, αυτή την φίρμα σάχτα.